با نام و یاد خدا سلام بر شما. بر رویدادهای خبری این ساعت از ژوندون خوش آمدید. در نخست مهمترین های اخبار. حمله بر یک مرکز اهل هنود، مسئولین میگویند 9 تن در این حمله کشته شدند. نظام حاکم امنیت کنر را تامین کند. مردم کنر از امارات اسلامی میخواهند تا به امنیت ولایت کنر توجه جدی نماید. علاقمندی کشورهای همسایه برای سرمایه گذاری. سرمایه گذاری از سوی جهانیان افغانستان را غنی ساخته می تواند. و در خبرهای جهان خواهید دید که محدودیت ها بر مسکو و جهان را با مشکلات روبرو خواهد ساخت. جزئیات مکمل خبر، من آرزو سادات هستم. حمله به مرکز سیخ‌های افغان در کابل. وزارت امور داخله میگوید امروز صبح هنگام افراد مسلح ناشناس بر یک مرکز سیخ‌های افغان حمله کردند که از اثر آن 9 تن کشته شدند و در این حال شاهدان رویداد از چند انفجار پی در پی خبر میدهند، اما در مورد تلفات چیزی نمیگویند. این رویداد واکنش‌های داخلی و خارجی را نیز با خود داشت. تا اکنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. امروز حوالی ساعت 6:30 صبح در مربوطات حوزه چهارم امنیتی منطقه کارت پروان کابل افراد مسلح ناشناس بر مرکز اهل هنود حمله کردند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله میگوید که حمله کننده قبل از رسیدن به هدف از پا درآورده شد و میافزاید که در این رویداد به شمول یک سیک و یک تن از افراد نیروهای امارات اسلامی، 2 تن کشته شدند و 7 تن از افراد ملکی زخم برداشتند. نن سهر د شپږنیمو بجو په شاوخوا کې د هیواد او د خلکو دښمنانو غوښتل چې دلته ورانۍ رامنځته کړي. لومړی یو لاسي بم په غزارولو سره حمله کړې وه، وروسته دوی غوښتل چې یو موټر بم دلته موټر بم ته انفجار وکړي او د خلکو په ګڼه ګوڼه کې. خوشبختانه د موږ د امنیتي سرتیرو لخوا دوی پیژندل شوي وو او مخکې له دغه چې دوی هدف ته ورسیږي له منځه وړل شوي دي او داسې خاص تلفات نه لري. زموږ یو امنیتي سرتیری په شهادت رسیدلی ده. همدارنګه یو زموږ د اهل هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی ده. نور تلفات نه لري. کوم چا چې حمله کړې وه هغه ټول له پښو لیدلی دي. اوس دغه د ساحه تصفیه کیږي، زموږ تصفیه روانه ده. اوه نفره زموږ عام هیوادوال زخمیان شوي دي چې هغه روغتون ته تللي دي، په وخت سره روغتون ته رسېدلي دي. در همین حال شاهدان عینی از چندین انفجار پی در پی خبر میدهند، اما در مورد تلفات آن چیزی نمیگویند. ما خاص ندید چون که ما از بلاک تا میشنیم، رو باری بلاک ما بود. ما سونه وظیفه روان بودیم سونه دکان، چون که یک انفجار شد دیگه که دیدیم دو انفجار، یک انفجار شد دیگه، دو فایر شد. بعد از فایر که دیدیم داخل یک انفجار دیگه شد، بعد از 5 دقیقه انفجارای دیگه شروع شد، فایر بازی شروع شد دیگه. مردم سوی سو میدوید دیگه، جزئیات خاص ما هم ندیدیم. چون که چند تا انفجار یک تا اول شد، بعد از 3 تا پشت تا پشت شد، چون که زیاد انفجارا که تا دوام میکرد 2 دقیقه بعد انفجار میشد. در عین حال ارین دمباغچی سخنگوی وزارت خارجه هند این رویداد را نکوهش کرده میافزاید این رویداد آنها را نگران ساخته است. کابل حمله بر اهل هنود در منطقه کارت پروان کابل ما را نگران ساخته است. وضعیت را از نزدیک بررسی میکنیم و منتظر جزئیات بیشتر این رویداد هستیم. رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز این رویداد را با شدیدترین الفاظ نکوهش کرده و عاملین آن را دشمنان صلح و ثبات در کشور میداند. حمله بر درمسال هندوها در منطقه کارت پروان کابل را با شدیدترین الفاظ نکوهش میکنیم و عاملین را دشمنان صلح و ثبات در کشور میدانیم. با قربانیان رویداد تسلیت عرض میداریم و برای نجات از بحران کنونی بر اتفاق و اتحاد میان افغانها تاکید میکنیم. برای صلح و ثبات دائمی در کشور با بسهای ملی نیاز است. قابل ذکر است که با روی کار آمدن دوباره امارات اسلامی در کشور، نخستین بار است که حمله بر مرکز اهل هنود صورت گرفته. تا هنوز مسئولیت آن را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. حملات بر افراد ملکی متوقف شود. یونما با پخش خبرنامه حمله بر سیک‌ها را در کابل محکوم کرده و به تامین امنیت افراد ملکی تاکید می کند. انفجارهای اخیر در شمار از ولایت به شمول پایتخت کابل با واکنش‌های داخلی و خارجی مواجه شده است. کارشناسان می گویند امارت اسلامی روی مکانیزم کار کند که جلوی رویدادهای خونین در کشور گرفته شود. به همین ترتیب در یک انفجار در ولایت کندز دست کم 10 تن کشته شدند که مسئولیت آن را هیچ گروهی به عهده نگرفته است. کابل، قندوز، هلمند، کنر، بلخ و بدخشان
از جمله ولایت های است که در این اواخر گواه انفجارها بوده است. یونما حمله امروز در کابل را به شدت ترین الفاظ محکوم کرده و به تامین امنیت تمام اقلیت ها در کشور تاکید میکند. یونما میگوید حمله بر افراد ملکی در افغانستان هر چه زودتر متوقف شود. ما در این کشور بر حفاظت تمام اقوام تاکید کردیم و این رویدادها را به شدت ترین الفاظ محکوم میکنیم. در همین حال شماره از کارشناسان میگویند این حملات در کشور ناتوانی امارت اسلامی را نشان میدهد و همچنین ناتوانی امارت اسلامی را به جهان نشان میدهد. صاحب نظران بر تامین امنیت تاکید میکنند و میگویند که امارت اسلامی منظور حفظ امنیت بر یک کار بنیادی و مکانیزم همه جانبه کار کند تا جلو این گونه حملات در کشور گرفته شود. درسته چاودن دهغو جنایتکاران او کړیو تر سوری لاندې کیږي کوم چې غواړي په افغانستان کې اسلامي نظام کم رنګه وشي او نړۍ ته یې بد معرفي کړي. خو د افغانستان اسلامي امارت دی باید پر داسې یو ستر میکانیزم د کار وکړي چې دغه میکانیزم تر سوری لاندې ټول هغه جنایتکاران چې غواړي افغانستان یو ځل بیا یو بلې جګړې خواته ویسي. قبل از این نیز در تاریخ ششم ماه حمل سال 1399 زمانی که نظام جمهوری حاکم بود در حوزه اول کابل بر درمسال اهل هنود حمله مرگبار صورت گرفت که کم از کم 25 تن کشته و 8 تن دیگر زخم برداشتند. این حمله زمانی صورت می گیرد که همزمان با روی کار آمدن امارت اسلامی شمار زیادی افغان های اهل هنود به دلیل هشدارهای موجود کشور را ترک کردند و شمار کم آنها در کابل و ننگرهار باقی ماندند. علاقمندی کشورهای همسایه برای سرمایه گذاری. سرمایه گذاری از سوی کشورهای همسایه افغانستان را غنی ساخته می تواند. پس از روسیه، ایران در افغانستان برای سرمایه گذاری علاقمندی نشان می دهد. همچنین چند قبل ایران در کنار سرمایه گذاری در افغانستان خواهان ایجاد یک حکومت فراگیر نیز شده بود. در همین حال مسئولین شرکت برشنا در این بخش با کشور ایران اطمینان می دهند که با آنها همکار می باشد. کارشناسان اقتصادی می گویند اگر کشورهای همسایه در بخش های مختلف افغانستان سرمایه گذاری کنند، افغانستان از وضعیت بحرانی نجات داده و برای جوانان نیز فرصت‌های کاری را فراهم ساخته می‌توانند. چند روز قبل روسیه در افغانستان برای سرمایه گذاری در بخش انرژی علاقمندی نشان داده بود که در ادامه کشور ایران نیز برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف برشنا علاقمندی نشان داده است. سفیر ایران در کابل می گوید ایران آماده سرمایه گذاری در بخش های مختلف برشنا است. کارشناسان می گویند سرمایه گذاری در بخش برشنا یک گام اساسی حساب می شود. آنها باور دارند اگر ایران و روسیه در بخش های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کند، در کنار تجاران ملی کشورهای دیگر نیز برای سرمایه گذاری تشویق کرده می تواند. کچیر تا پرشتی اثر چه افغانستان در اشد ضرورت ده او بغیر د انرژي نه په سکتور خصوصي کې روش نشته، که هغه معدن دی، که هغه صنعت دی، که هغه زراعت دی، که هغه ترانسپورت دی، نو په ښه مارکیټ په افغانستان کې دی. نو زه پوهیږم چې نور ملکونه به هم آمادګي وښیي او رابه شي، خو ډیره مهمه ده چې امارت اسلامي په اول کې د هغه پروژو دپاره چې هغه د افغانستان اساس او اقتصاد جوړي او بنیادي پروژې دي خلکو ته ښه امتیازات ورکړي، تشویق کړي، حمایه کړي، تر څو پورې افغانستان کې نور خلک آماده شي، نړیوال او ملي سوداګر نورو برخو کې هم سرمایه گذاری وکړي. کارشناسان اقتصادی سرمایه گذاری ایران را برای افغانستان مهم خوانده و می افزاید اگر ایران در افغانستان سرمایه گذاری کند، در کنار فرصتهای کاری در کاهش مشکلات اقتصادی نیز رول مهم خواهد داشت. افغانستان که در بهرنی و هیوادون و پانگاچوانه و پزنگر توگه در گواندی و هیوادون و پانگاچوانه در افغانستان در خلق و پگرده که در کولای سیزمون مظلوم ملت در کار زمینه برابر کرد. صاحبان نظر میگوید امارت اسلامی در بخش سرمایه گذاری از این فرصت استفاده کند، چون که تمام شرایط برای سرمایه گذاری در کشور وجود دارد و این یک فرصت استثنایی به حکومت افغانستان است که بتواند از این موقعیت بیشترین استفاده را بکند. از طرف دیگه مسئولیت مالی و جانی یک شرط اساسی است که خوشبختانه بعد از تحول سیاسی در افغانستان امروز بحث مسئولیت خیلی جدی مطرح است و سرمایه گذار، تجار و صنعتکار مال با جانشان امروز خوشبختانه در امن است. ایران در حال برای سرمایه گذاری در افغانستان علاقمندی نشان می دهد که قبل از این روسیه گفته بود در بخش انرژی سرمایه گذاری می کند. قابل ذکر است که مسئولین شرکت برشنا در این بخش به کشور ایران اطمینان همکاری دادند.
باشندگان ولایت کنر از امارت اسلامی میخواهند تا امنیت آنها را تامین کند. آنها بعد از این از امارت اسلامی خواستار تامین امنیت در این ولایت شدند که چند روز قبل در ولایت کنر چندین انفجار رخ داده بود. مردم ولایت کنر در کنار تامین امنیت در این ولایت خواستار کار نیز هستند، اما قماندان امنیتی ولایت کنر از تامین امنیت در این ولایت اطمینان کامل میدهد و میافزاید که ما به توانایی کامل برای تامین امنیت در ولایت کنر کار میکنیم. کنر از جمله ولایت های است که با کشور پاکستان هم سرحد است. قسمت زیاد آن را جنگلات احاطه کرده است. باشندگان این ولایت از امارت اسلامی می خواهند که امنیت این ولایت را تأمین کند، چون به گفته آنها رویدادهای اخیر آنها را نگران ساخته است. در اول وسط پر خرچ نشته خودش چه بشار راضی نه میده جنگون دل اصلا من سری شو از نور من چه بس سولار شه آرامی رشید از من زمانن تا کار پیداشی سہولت پیداشی نور شه. نو طبعا دسه یو حالت دی چل ته فخر زیات دی غریبی زیات ده او دا خبر تر ډیره صحیح کی ثابت دی لشی زکه چرته چ فخر یالتا جنگ راځي او نامنی زیږي په دې خاطر مانی که زه خپل نظر ته شریکم نو دا خبره شاید پراتونکو کی یو لوی ګواښ شي د افغانستان د خلکو لپاره. در همین حال باشندگان کنر میگویند که سطح بیکاری در این ولایت نسبت به ولایت های دیگر رو به افزایش است و مردم را با مشکلات اقتصادی مواجه ساخته است. آنها از نظام کنونی میخواهند که در پهلوی تامین امنیت زمینه کار را نیز فراهم سازد. در دیر با قرار ده و لسم دیر ده نجیر خوشحاله ده خصوصا دیگه ایدان نوی ایداری ها ندیر خوشحاله دی ششپا و رضی و تا یوا کلی ده و خدمت ده و که خدای دیو که چی و لسم دقیقه و سر همکاره چی همکاری و سره و که او د ولس نامم دا غوښتنه ده چې د امارت اسلامي سره همکاري وکړي. د امارت اسلامي نامم دا غوښتنه ده چې د ولس ته شا ودرېږي. ولس ډېر غریب ده او شل کاله جنګو ځپلی ده. اوسي چاودنې دومره دا دومره دغه نه ده. دا خو په ټول هغه ولایتونو ټول هغه حکومتونو کې هم کېږي چې هغه پرمختللي وي او د هغې هغه د مشکلاتو حل دې ته نظام متوجه هم دی. انشاءالله بیا هم زموږ غوښتنه دا ده چې دغې ته متوجه شي. قماندانی امنی ولایت کنر به تلویزیون ژوندون میگوید امنیت امین است و هیچ مشکلی وجود ندارد که باعث ایجاد ترس میان مردم شود و میگوید به هیچ کس اجازه نمیدهد که باعث اخلال امنیت در ولایت کنر شود. کنر د امن په ارتباط باندې خو لله الحمد په عمومي سطحه باندې دا موږ یو بیلګه ښکاره کولی سو تر ټول افغانستان دلته امن تامین ده. البته یو سرحدي ولایت ته چې په دې کې تقریبا قومي بدۍ زیاتې دي دلته ستړي تکلیفونه پیښ شوي دي. کله ناکله به څه ناخوالې پیښیږي خو هغه قابل د تشویش نه دي. خو په دغه یو څو ورځو کې یو چاودنه سوې ده چې په هغې کې موږ یو شهید لرو څلور زخمیان لرو. نو داسې خو که تی فکر وکړي په ډېرو جوړو ملکو کې کله ناکله داسې څه پیښیږي خو قابل د تشویش نه دي الحمدلله. بعد از تحولات در کشور به شمول کابل در شمار زیاد از ولایت های دیگر نیز گزارش ها از اوضاع بد امنیتی داده شده است. خواست ها بر این است که امارت اسلامی امنیت را تأمین کند تا مردم در فضای آرام زندگی کنند. بیشتر از 16,000 مهاجر افغان وارد کانادا شدند. مقامات کانادایی میگویند تعداد پناهجویان افغان که به این کشور منتقل شدند به بیش از 16,000 نفر رسیده است. شان فریزر وزیر امور مهاجرین کانادا این مطلب را در صفحه توییتر خود بیان کرده است و گفت که به روز جمعه 313 تن از افغانها در یک پرواز از پاکستان وارد شهر ونکور شدند. فریزر گفت اینها افغانهایی هستند که در پیشبرد ماموریت کانادا در افغانستان همکاری کرده بودند. وزیر امور مهاجرین کانادا میگوید که برای رفع نیازهای این پناهندگان و کار مشترک با نهادهای همکار ادامه می دهد. کانادا در نظر دارد تا پایان سال آینده میلادی 40,000 افغان را به این کشور انتقال دهد. دیپلمات آلمانی مارکس پوتسل معاون جدید سیاسی دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یعنی یونما تعیین شده است. در این مورد سرمنشی ملل متحد آنتونی گوتر شام گذشته در نیویورک خبر داد. پوتسل از سال 2014 تا سال 2016 سفیر جرمنی در افغانستان بود و در سال 2017 نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان تعیین شد و تا سال 2021 این وظیفه را ادامه داد. این دیپلمات آلمانی موقتا سرپرستی یونما را در افغانستان به عهده خواهد داشت. چون دوره کار دبیر آلاینز دیپلمات کانادایی که از سال 2020 به این ماموریت تعیین شده بود اخیراً به پایان رسید، یونما تقریبا از دو دهه به این سو مسئول هماهنگی کمک های بشری در افغانستان می باشد و همچنان از موارد حقوق بشر در این کشور نظارت می کند. بعد از تغییر قدرت در افغانستان در ماه اگست سال 2021 سازمان ملل متحد به همکاری با امارت اسلامی متکی است.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که برای رسیدگی به بیجا شده ها، بازگشت کننده ها و پناهجویان افغان به $340 میلیون نیاز دارد. بر اساس اعلامیه که از سوی این اداره به نشر رسید، تا اکنون تمویل کننده ها 57% این پول را فراهم کردند. این اعلامیه به دنبال سفر کیلی کلمنس، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به افغانستان و پاکستان شد. کلمنس در این سفر تاکید کرد که این کمیشنری به حمایت با نیازمندان در افغانستان ادامه خواهد داد. رویدادهای ترافیکی جداگانه در هلمند 1 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشت. منابع محلی در ولایت هلمند گزارش دادند که در اثر 6 حادثه ترافیکی در 4 ولسوالی این ولایت 1 تن جان باخته و 12 تن دیگر زخمی شدند. حافظ راشد هلمندی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هلمند، میگوید که این رویدادها روز گذشته و امروز شنبه 28 جوزا رخ داده است. هلمندی افزود که این حادثات در ولسوالی های نادلی، مارجا، باباجی این ولایت اتفاق افتاده که در نتیجه آن 1 تن کشته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال مسئولان محلی در هلمند میگویند که امروز یک اراده موتر باربری در منطقه شورا بولسوالی واشیر واژگون شده است که در نتیجه آن راننده موتر با 2 کودک و زخمی و همسرش جان باخته است. سیال کاکر، نویسنده نامدار زبان پشتو، درگذشت. اکادمی علوم گزارش داده است که پوهان محمد سیال کاکر، نویسنده سرشناس زبان پشتو، به عمر 78 سالگی درگذشت. طبق گزارش این نویسنده نامدار بر اثر بیماری که چند سال بدین سو دچار آن بود، در یک شفخانه در شهر کویته پاکستان چشم از جهان پوشید. اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در سال 2017 به کاکر مدال سید جمال الدین افغان را داده بود. پوهان ولی محمد سیال کاکر در سال 1935 در منطقه پشین پاکستان تولد شد. برای آموزش های ابتدایی در روستای خود به سر رسانید و بعدا در کویته و پنجاب به خاطر آموزش های بیشتر رفت. آقای کاکر بیشتر از 40 کتاب نوشته که بیشتر آنها نشر شده و بیشتر در بخش ادبیات مردمی تحقیق کرده است. سیال کاکر افزود بر پشتو به زبانهای اردو، بلوچی، پنجابی، براهوی و انگلیسی صحبت می کرد. پوهان سیال کاکر اضافه بر بخشهای پشتو که به پای گنجینه ادب و خزینه دانش را هم به زبان فارسی نوشت و منتشر کرد. و خبر اخیر این که در اثر انفجار یک سرگلوله در هلمند 1 تن جان باخت. مسئولان محلی در ولایت هلمند گزارش دادند که در اثر انفجار یک سرگلوله هاوان 1 تن جان باخت و 3 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مسئولان این رویداد در مربوطات ولسوالی بابجی ولایت هلمند رخ داده است. مسئولان افزودند که قربانی رویداد پس از آب‌بازی سرگلوله را پیدا کردند و آن را با سنگ هدف قرار دادند که در نتیجه منفجر شد. به دلیل چند دهه جنگ بخش از خاک افغانستان ملوث به ماین و مواد انفجاری شده است. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان میگوید که نزدیک به 606 کیلومتر مربع خاک افغانستان ملوث به ماین و مهمات انفجاری است. رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از ژوندون. ممنون که بیننده خبر از ژوندون بودید. تا دیدار، خدا نگهدار.